مرسی. بله، همونطور که اشاره کردی بحث انتخابات و اخبار کاندیداها خیلی داغه تو ایران، منتها همزمان با اون در دانشگاه های مختلف ایران، در از جنوب ایران تا شمال ایران و خود تهران، اخبار مختلفی شنیده میشه مبنی بر ممنوعیت از تحصیل و صدور احکام زندان برای فعالان دانشجویی. به طور مثال در دانشگاه سیستان و بلوچستان 8 دانشجو ممنوع از تحصیل شدن. چندی پیش هم در دانشگاه بابل دیدیم که 10 دانشجو به کمیته انضباطی احضار شدن و 3 تاشون ممنوع الورود شدن به دانشگاه، و حکم بسیار سنگینی بود 6 سال و نیم برای آقای محمد صیادی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان، که یکی از احکام سنگینی بوده که در این سالهای اخیر برای یک دانشجو صادر شده، و همینطور در تبریز هم چند حکم صادر شد. و جالب اینجاست که آقای سعید رضوی فقیه هم که مدتی رو در فرانسه بودن و ایشون حتی در اطلاعیه‌های قبلی که صادر کرده بودن به نوعی از جبهه مشارکت و اصلاح طلبان دفاع کرده بودن، به محض ورود به ایران بازداشت میشن و روانه زندان اوین شدن. ایشون عضو پیشین شورای مرکزی تحکیم بودن، و برای آقای علی نیکو نسبتی هم که ایشون هم یک عضو پیشین شورای مرکزی تحکیم بودن حکم زندان صادر شده. و باز هم امروز در خبرنامه امیرکبیر بود که روند برخورد با دانشجویان در شیراز که با آزادی در واقع با بازداشت و آزادی 12 نفر از اونها توام شده بود، امروز هم با بازداشت آقای اسماعیل جلیلوند و حمله به منزل آقای یونس میرحسینی وارد مرحله جدیدی شده. و برخورد با دانشجویان رو خب اشاره کردم، منتها در حوزه‌های مختلفی که اشاره کردی با فعالان جامعه مدنی در جنبش زنان و روزنامه نگاران و بخش‌های مختلف برخورد شده. در بحث جنبش زنان خانم عالی اقدام دوست و نفیسه آزاد بودن که اینها هم بازداشت شدن، از اعضای کمپین 1,000,000 امضا بودن. خب کوروش، به برخوردهای صورت گرفته با فعالان جامعه مدنی در ایران اشاره کردی. سوالی که برای خود من مطرحه اینه که آیا این برخوردها با زمینه‌سازی قبلی ایجاد میشه یا اینکه نه یه دفعه میریزن میگیرن مردم همینطوری؟ بله، سوال بسیار خوبی کردی. خب معمولا در این جور موارد برخی از نشریات و رسانه‌های وابسته به حکومت وارد عمل میشن و زمینه سازی میکنن برای برخورد با فعالان جامعه مدنی، که نشریه کیهان و اخیراً که در این 3-4 سال اخیر خبرگزاری فارس یک نقش عمده ای رو ایفا کردن که بنا به گفته بسیاری از فعالان جامعه مدنی در ایران، اگر شما میخواهید خبر بازداشت و سرکوب گروه یا شخصی رو بشنوید، قبل از اون به این نشریات یا این رسانه‌های یک نگاهی بندازید، میفهمید که برنامه بعدی چی هستش، به پروژه بعدی چی هستش. و خب اخیراً هم روزنامه کیهان گزارشی رو منتشر کرد در صفحه دانشجویی خود در ارتباط با نشریات دانشجویی، که در واقع اونها رو به انتقادهای تندی متهم کرده بود که از دولت و ولی فقیه میکنن، و گفته بود که آقای خامنه‌ای رو دیکتاتور معرفی میکنن نشریات دانشجویی، و عنوان کرده بود که ما باید جلوی تهاجم فرهنگی رو از این طریق بگیریم و مقابل این نشریات دانشجویی بایستیم. و خب یک مسئله دیگه هم هست که گروه های دانشجویی وابسته به نظام و حکومت در داخل دانشگاه ها وقتی که میخواد بحث برخوردی صورت بگیره با فعالان مستقل دانشجویی یا گروه هایی که در واقع از فرهنگ رسمی حاکمیت دفاع میکنن، اینها وارد عمل میشن، همون جوری که ما در مراسم های مختلف میبینیم در سطح جامعه که بسیج میکنن این نیروها رو برای مقابله با خواسته های مردم. در سطح دانشگاه هم همچین قضیه هست. به طور نمونه در دانشگاه شیراز دیدیم که با تحصن دانشجویان بسیجی در مسجد دانشگاه و اینکه اونا خواسته برخورد با فعالان دانشجوی شیراز رو داشتن، دیدیم که بعدا قوه قضاییه و وزارت اطلاعات وارد عمل شدن و 12 نفر از اونها رو بازداشت کردن و تعداد زیادی رو احضار کردن به کمیته انضباطی. من جا داره اینجا یه نکته هم اشاره بکنم، اخیراً 7 نفر از فعالان پیشین جنبش دانشجوی ایران نامه‌ای رو به آقای اوباما فرستادن که در اون خواستار این شده بودن که در بحث مذاکرات احتمالی و یا سیاست‌گذاری‌های احتمالی که دولت جدید ایالات متحده آمریکا خواهد داشت در مقابل ایران، به بحث حقوق بشر و دموکراسی توجه ویژه‌ای بشه. خب
و اشاره کرده بودند به وضعیت زندان اوین و زندان اوین و رجای شهر و مقایسه کرده بودند اونها رو با گوانتانامو و حکمی که آقای اوباما داده بود نسبت به تعطیلی این زندان و توجه بقیه گروه‌های حقوق بشری هم در جهان به این مسئله که خیلی مهم هست برای مردم ایران و دانشجویان سیاسی در ایران جلب کرده بودند. خب مرسی کوروش بابت صحبت‌های امشب.